اسلامی انتقادی که از ما می شود و این انتقاد درستم است از من، از آقای ماشاءالله شمس الواعظین، از آقای تایزاده، از خانم آذر منصوری، از هممون، از همه کسانی که پای انقلاب بودیم، این هستش که ما در دهه نخست انقلاب، در دهه 60 و حتی تا اواسط دهه 70 چندان بهایی و ارج و قربی برای آزادی، دموکراسی، انتخابات آزاد و این گونه مفاهیم خیلی قائل نبودیم. حتی وقتی که جریاناتی که از ما انقلابیون بیشتر تعهد داشتن و دلشون میسوخت و دغدغه دموکراسی رو داشتن، مثل مرحوم مهندس بازرگان و حالا یا رهبران جبهه ملی، وقتی اونها مورد قیز و غضب انقلاب قرار گرفتن و دیگران در دهه 60، ما همه سکوت کردیم. من سکوت کردم، آقای تایزاده سکوت کرد و بیشتر به فکر همون چیزی که امروز نظام هست، صدور انقلاب بودیم، مبارزه با آمریکا بودیم و خسل هازا. البته بهای سنگینی هم انقلاب براش پرداخته تا به امروز. و حالا اگر یه روزی بنشینیم و بررسی و انتقاد از خود بکنیم، من معتقدم اهمیت جدی و در اولویت قرار ندادن دموکراسی از طرف ما انقلابیون شاید یکی از بزرگترین ظلم ها و ستم هایی بودش که بر انقلاب رفت. بنابراین از این بابت این انتقاد به هممون در حقیقت وارد هست. اما در خصوص مطلبی که میخواستم در حالا دفاع و در تایید از آقای تایزاده بگم، این هستش که آقای تایزاده به مسئله مهمی پرداخت و اون هم مسئله پاسخگویی در نظام جمهوری اسلامی هست و شاید زندان دوباره ایشون به واسطه مطرح کردن جدی مسئله پاسخگویی در نظام جمهوری اسلامی هستش. ببینید خواهر و برادران، من معتقدم یکی از بزرگترین اشکالات نظام جمهوری اسلامی که هرقدر از عمر آن گذشته این مشکل، این ناهنجاری، این هر چی اسمشو بذاریم، این ضعف بیشتر و بیشتر شده، فقدان پاسخگوییه. خیلی کلی اگر خواسته باشم بگم، نظام جمهوری اسلامی رو، حاکمیت جمهوری اسلامی رو ما میتونیم به دو بخش تقسیم بکنیم. یه بخش انتخابی که حالا حداقل تا چه میدونم دولت دوم آقای روحانی بود و تا حدودی تا مجلس قبلی بود، بخش انتخابی قدرتش محدوده، اختیاراتش محدوده و در این حال باید پاسخگو باشه، و بخش انتصابی نظام، بخش انتصابی نظام به حول قوه الهی اختیاراتش نامحدود، قدرتش نامحدود، قانون پشیزی براش ارزش نداره و دست آخرم به هیچ کجا پاسخگو نیست. هر آنچه بکند درست است، صحیح است و هر آنچه هم نکرده است و نکند، آن هم درست‌تر، آن هم صحیح‌تر. و
مصیبت جمهوری اسلامی به نظر من از اینجا شروع شد. دوستان راجع به قانون اساسی صحبت کردن. من فکر میکنم که مشکل قانون اساسی نیست. قانون اساسی ما قانون اساسی نیست اساسا. یه کلیات انشای خیلی زیبایی هستش که باهاش یه روستا هم نمیشه اداره کرد. ظرف 44 سال گذشته حتی یک بار نشده که ما مجبور بشیم به قانون اساسی رجوع بکنیم، مراجعه بکنیم، بگیم ما این کاری که آقای رئیس جمهور کرده مطابق قانون اساسی نیست، این کاری که مجلس کرده، این تصمیمی که مقام معظم رهبری گرفتن، آیا این مطابقه با قانون اساسی بوده؟ و پاسخش این هستش که قانون اساسی، عرض کردم، انشای خیلی زیباییه، کلمات خیلی زیبایی در مورد آزادی، در مورد کشور، در مورد اسلام، در مورد همه چیز، بدون اینکه هیچ یعنی کوچکترین مسائل رو شما بتونید از طریق مراجعه به قانون اساسی جمهوری اسلامی حل و فصلش بکنید. من فکر میکنم دوستان مشکل اساسی تر این هستش که روی اون چه که تاج‌زاده مطرح کرد و ای بسا زندان رفتن مجددش هم به خاطر اون بود ادامه میدیم و اون هم اصرار بر پاسخگو بودنه. ببینید هیچ بخشی از نظام که متصل به بخش انتصابی است پاسخگو نیست. هر کاری کردن کردن، از که هم هر کاری هم نکردن نکردن. شورای نگهبان میاد در روز روشن هر کاری که دلش بخواد، هر کاری که گفته بالای چشم حکومت ابروه، رد صلاحیت میکنه. به هیچ کجا هم پاسخگو نیست. این ایرادات که آقای دکتر صادقی گرفتن در خصوص حکم آقای تاج‌زاده، خب آقای صادقی حقوقدان هستن، اگه حرفایی که زدن چرت بی ربطه که خب امری صلاحیته. ولی اگر ایرادات که آقای دکتر صادقی مطرح کردن این ایرادات درسته، قوه قضاییه به چی پاسخگوه؟ به کجا پاسخگوه؟ بنابراین این که حالا در گذشته ما بهای زیادی به دموکراسی ندادیم، نه ما به اصطلاح اسلامگرایان دادیم، نه جناب آقای فرخ نگهدار و همفکرانشون دادن، هیچ کدوممون بهایی به دموکراسی ندادیم و دموکراسی رو بنابراین بعضا نیست غربی میدونستیم، بورژوازی میدونستیم، لیبرالی میدونستیم و همون ادبیاتی که مرحوم دکتر شریعتی و آل احمد اینها به راه انداختن در دهه 40 و دهه 50، ما بعد از انقلاب ادامه دهنده اونها شدیم و این عرض کردم بزرگترین ظلم و ستمی بود که به اون انقلاب ارزشمند وارد شد. از دیگری ندارم و از اینکه شنونده مطالبم بودید سپاسگزارم و انشالله روزی در پای اوین باز بشه و همه زندانیان سیاسی، همه کسانی که به جرم اندیشیدن اندیشه مخالف حکومت داشتن سر از اوین در آوردن بیرون بیان و از اوین دیگه نباشه. عرض دیگری ندارم و بازم تشکر میکنم که مستمع عرایز بنده بودید.